لادن به بازرگان از خانواده دادخواه سال 67 که برادرشون بیژن بازرگان اعدام شدن و الوند صادقی از خانواده دادخواه حاکم اوکراینی که 4 نفر از اعضای خانوادهشون در این هواپیما متاسفانه کشته شدن همراه ما هستند. لادن جان لطفاً درباره این نمایشگاه نحوه برگزاریش و اهمیتش برای ما بگید. ما اینجا 4 دهه جنایت جمهوری اسلامی رو می‌بینیم و همچنین خانواده‌هایی که از این 4 دهه دور هم جمع شدن برای دادخواهی. راستش ما همیشه خانواده‌های خاوران، خانواده‌های جنایت‌های رژیم در دهه 60 دور هم جمع بودیم، اما بعد از انقلاب جینا مهسا امینی و قتل حکومتی مهسا عزیز که مردم اینجوری به خیابون‌ها اومدن و حق خودشون رو فریاد کردن، در ماه فوریه 2023 تصمیم گرفتیم شورای انقلابی دادخواهان رو تشکیل بدیم که شامل خانواده‌های عده‌ای از خانواده‌های همه 4 دهه جنایت‌های رژیم و خوشحالیم که تونستیم در کنار هم دیگه باشیم و در کنار هم دادخواهی و حقمون رو فریاد بزنیم. به دنبال عدالت‌خانه ایم، همونجور که پدران و پدر بزرگ‌های ما به دنبال اون بودن، به دنبال حکومتی که در اون قوه قضاییه دوباره به چماقی بر سر مخالفان تبدیل نشه، به دنبال عدالت انتقالی هستیم و امیدواریم که با کنار گذاشتن این رژیم، کنار زدن این رژیم، بتونیم دادخواهی رو در کشور خودمون تعقیب بکنیم و این نمایشگاه به این دلیل برگزار شده که بتونیم به جامعه جهانی و به مردم ایران نشون بدیم که ما از روز اول علیه این رژیم اهریمنی داشتیم مبارزه می‌کردیم. این رژیم اون چیزی نبود که عزیزان ما براش انقلاب کرده بودن، به دنبالش بودن، جون خودشون رو در راه اون دادن که اخوندها قدرت نرسن، ولی متاسفانه رسیدن و متاسفانه نسل‌های بعدی هم قربانی شدن و هنوز دارن کشته میشن و امیدواریم که بتونیم با در کنار هم بودن این رژیم رو کنار بزنیم تا این جنایت‌ها دیگه تکرار نشه. آلبرزون، شما متاسفانه تعداد زیادی از اعضای خانواده‌تون در سانحه‌ای که در حقیقت سپاه پاسداران با شلیک 2 موشک باعث کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد، کشته شدن. برای ما بگید از حس و حالتون در این نمایشگاه وقتی که تعداد زیادی از یادگاری‌های نه تنها عزیزان شما که کشته شدن هست، بلکه دیگر خانواده‌هایی که از دهه 60 تا سال 1400 رو می‌بینید، چه حسی دارید و فکر می‌کنید چه اهمیتی داره نمایش این یادگاری‌ها؟ مرسی. فقط تو بگم که ما معتقد نیستیم یه سانحه بودی جنایت تعمدی. این در واقع این نمایشگاه بازم هدفش فرای نشون دادن عکس ها به مردم، به نظرم نشون دادن زندگی هایی بود که از هممون گرفتن و فقط قربانی ها کسانی نبودن که عکسشون اینجاست. قربانی ها تمام مردم ایران هم 80 میلیون، بیش از 80 میلیون از مردم ایران، چون هر لحظه ممکنه هر کدوممون قابی در دست بگیریم و داغ عزیزی که از دست دادیم رو در واقع دادخواهی کنیم. این اهمیت این نمایشگاه در واقع نشون دادن یا همراه کردن بیشتر مردم در جهت دادخواهی عمومی، دادخواهی 40 سال جنایت جمهوری اسلامی. شما، البته من اصلاح بکنم، همونطور که شما هم گفتید در حقیقت ساقط کردن حاکم اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شما یک دفتر در دست دارید، میتونید درباره این دفتر برای ما بیشتر توضیح بدید؟ بله، این بعد از مرسی بعد از این جنایت من میتونم نگرش دارم، مرسی. بعد از این جنایت من این رو از یک جعبه ای رو از همسر سهند که یادگاری هاشون رو داشتن گرفتم و خیلی جرئت نکرده بودم خیلی خودم مداقه کنم توش یا بخونمش، ولی الان بخشش رو میتونم بخونم. این دفتریه که سهند برای سهند وقتی که حامله شده بود سهند وقتی حامله میشه این دفتر رو میخره و برای صوفی شروع میکنه نوشتن. فرشته کوچک، اول بالاش نوشته که هفته 8 7 هفته و 3 روز. فرشته کوچولوی من،
این اولین باره که شروع کردم برات بنویسم. امروز جمعه 22 آذر 92. میدونی عزیزم، این دفتر رو من و بابات 2 هفته پیش خریدیم. با همین خودکاری که دارم مینویسم از شهر کتاب خیابان پروین، ولی هر وقت خواستم شروع کنم نمیدونم چرا گفتم بذار یه ذره بگذره. تو قلبت شروع به زدن بکنه. آخه من فکر میکنم همه چیز آدم قلبشه. وقتی اون شروع بکنه به زدن یعنی تو هستی. من روز دوم آذر 92 فهمیدم که تو را دارم و این تست رو هم اینجا میذارم، اگه خواستی بعدن ببین. خیلی ممنون که با ما هم به اشتراک گذاشتی. خب دادن شما بگید برای ما که چقدر اهمیت داره این خانواده ها الان از 4 دهه دادخواهی به هم پیوستن و این اتحاد دادخواهان میتونه چقدر مؤثر باشه. برای ما خیلی مهم بود که همدیگر رو ببینیم. تجربه ایران تریبونال که در سال 2012 ما به لندن رفتیم و 5 روز 85 نفر از ما شهادت دادیم جلوی قاضی های بین المللی، به ما نشون داد که این دیدارها، ملاقات ها، از نزدیک بودن با هم چقدر ما رو به هم نزدیک میکنه و فرای تفاوت های عقیدتی و یا سیاسی که با هم دیگه داریم چقدر از لحاظ انسانی به هم نزدیک میشیم. مادران ما، مادران خاوران همینطوری تونسته بودن در کنار هم بمونن، چون درد مشترک اونها رو به هم نزدیک کرده بود و براشون مهم نبود که بچه‌شون از چه حزب یا سازمان سیاسی بود. من البرز عزیز رو هرگز ملاقات نکرده بودم، ولی اینجا بودن در کنار این درد مشترک ما رو کنار هم آورده. عظمت جان رو، فرح رو البته پارسال در پاریس دیده بودم، خب خاطره دوباره اومد، با هم ملاقات کردیم. آقای منوچهر محمدی، آقای زهرایی، حمید عزیز، حمید افشار عزیز، همین دور هم بودن ها باعث میشه که ما با ایده های جدیدی بیایم، با فکرهای جدیدی بیایم که چه کار کنیم، چه جوری کنار هم باشیم. محیا و الناز عزیز که خودشون حتی از خانواده ها هم نیستن کمک کردن چقدر در جمع آوری این عکس ها، در جمع آوری این یادگاری ها، و تونستن یک همچین نمایشگاهی رو به نمایش بگذارن که الان واقعا همه میان و به ما میگن که حیف، چطور فقط یک روز، چطور فقط 3 ساعت ادامه بدید، بیشتر بمونید. خود این مرکز فرهنگی از ما به ما پیشنهاد داده که اصلا بر نداریم، صبر کنیم تا فردا، حالا داریم راجع به ساعتش و اینا بحث میکنیم. یعنی میخوام بگم انقدر این تحت تاثیر قرار داده این رو همه کس رو، چه ایرانی ها، چه سوئدی ها، و امیدواریم که با کمک بقیه بتونیم این نمایشگاه رو در دور اروپا و آمریکا گردش بدیم تا همه بدونن که بر سر ما چه اومده و ما با چه رژیم اهریمنی طرف هستیم. میخوام این سوال آخر رو از هر دوی شما عزیزان بپرسم. این نمایشگاه تقریبا همزمان شده با اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و انقلاب ژینا. شما درباره اهمیت این اولین سالگرد و این اعتراضات و همزمان پیوستن این گروه های دادخواهی با هم چه فکر میکنید؟ من واقعا فکر میکنم تجربه ما در دهه 60 نشون داد که ما تنها بودیم. هیچ کس نمیدونست مادران خاوران کیان، که بچه‌هایی که کشته شدن کیان. حتی سال 67 که بیش از 5000 زندانی سیاسی اعدام شدن، کسی دست ما رو نگرفت. ولی الان افتخار میکنم به مردم کشورم که در کنار خانواده‌های 1401 ایستادن. همه ما نام این عزیزان رو میدونیم، میدونیم واقعا مثل ستاره‌های درخشان این بالا میدرخشن، لبخندهاشون، زیبایی‌هاشون، رقص‌هاشون، و امیدواریم که این کار ادامه پیدا بکنه، مردم در کنار هم بیستن و بتونیم این رژیم اهریمنی رو به زمین بزنیم. درسته، همون جوری که گفتن زنجیر، حلقه های زنجیر از ابتدای تشکیل این حکومت اهریمنی شروع به در واقع به هم پیوستن کرد. از همون در واقع بالای سقف مدرسه رفاه تا اعدام های دهه 60، 67، 70، 78، 96، 98 و پرواز اوکراین و انقلاب 1401. اینا حلقه های زنجیری هستند که به هم پیوستن و در واقع موج انقلاب رو
موج جدید انقلاب رو باعث شدن. خیلی متشکرم از شما البرز صادقی و لادن بازرگان. متشکرم.